سوم اینه که همه ما میدونیم تحریم اقتصادی مقدمه حمله نظامیه. یعنی دلیل اینه که الان اسرائیل داره اصرار میکنه تمام تشکیلات تبلیغاتش را انداخته و با وقاحت تمام هرچی با کنند سبز رفت و سلوزی گذشته خریده داره توی این شرط میچرخونه، در یک خط میگن تحریم آزادی برای ایران، تحریم اقتصادی ایران. به کدوم منطقی این میخونه؟ چجوری شما میتونید آزادی برای این شرط ببرید که تحریم اقتصادی رو بلوکیت بلاکیل اقتصادیش رو کنیم؟ در یک کشوری که 72 میلیون جمعیت داره تحریم اقتصادی ضررش دقیقاً متوجه مردم ایرانه، منافعش متوجه پاسداران ایرانه. در درجه اول، در درجه دوم مقدمه حمله نظامی. یعنی اینا کسی که نفهمه اصلا متوجه جیوپولیتیکس اون منطقه نیست. حالا چرا باید به این دو نکته، یعنی مبارزه با تحریم اقتصادی ایران که ضررش دقیقا متوجه مردم ماست یک، و مبارزه با هر گونه خطر حمله نظامی به ایران باید در صدر فکر ما قرار بگیره، اینه که نه تنها